دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. به کانال خودتون آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش سبزی پلو ماهی، امیدوارم که خوشتون بیاد. میریم سراغ موادی که نیاز داریم. احتیاج داریم به 3 پیمانه سبزی پلویی که شامل تره، جعفری، گشنیز، شوید، مقدار کمی شنبلیله و سیر هست. 3 پیمانه برنج که بهتر اون رو از 2 ساعت قبل در آب ولرم و کمی نمک خیس کنیم. مقداری آرد سفید، زعفرون دم کشیده غلیظ، لیمو تازه، پیاز، ماهی و ادویه هامون شامل زردچوبه، پودر تخم گشنیز، پودر فلفل سیاه، پودر سیر و مقداری نمک. دوستان عزیز، ابتدا باید ماهی هامون رو مزه‌دار کنیم، مارینیت کنیم. من از ماهی قزلالا استفاده می کنم، فیله قزلالا. شما میتونید از هر نوع ماهی که دوست دارید استفاده کنید بجز ماهی سمن. ماهی سمن پخت مخصوص خودش رو داره که قبلا ویدیوش رو براتون گذاشتم، اگر دوست داشتید میتونید اون رو ببینید. خب من از 3 تیکه ماهی استفاده می کنم. حالا یه دونه پیاز بزرگی رو که داشتیم با رنده ریز اون رو رنده می‌کنیم و یا داخل غذاساز به صورت پوره در میاریم و بعد توی صافی می‌ریزیم و یا داخل دستمون رو می‌چلونیم تا کاملاً آبش خارج بشه. حالا توفاله پیاز رو کاری باهاش نداریم، کنار می‌ذاریم. آب پیاز رو که در این حدود هست 5-6 قاشق غذاخوری میشه توی کاسه می‌ریزیم. یه دونه لیموی تازه داشتیم که آب لیموی تازه رو احتیاج داریم روی آب پیازمون. آب لیموی تازه رو می‌ریزیم. حتما از لیموی تازه استفاده کنید چون عطر فوق‌العاده‌ای داره. مقدار کم به اندازه یک قاشق غذاخوری هم زعفرون دم کشیده بهش اضافه میکنیم. حالا نمک، پودر سیر، پودر فلفل سیاه و پودر تخم گشنیز رو بهش اضافه میکنیم. پودر تخم گشنیز و پودر سیر و نمک از هر کدوم یک قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری. خب حالا اونها رو خیلی خوب با هم مخلوط میکنیم. ماهیامون رو توی یک کاسه بزرگتر میذاریم. مایه رو که آماده کردیم روی ماهیامون میریزیم. خب تمام قسمت‌های ماهی رو به این مایه آغشته میکنیم. خب مارینیت ماهیمون کامل شد، آماده شد. حالا روی ظرف رو میپوشونیم و برای حداقل 2 ساعت ماهیمون رو داخل یخچال قرار میدیم تا کاملا مزه دار بشه. خب دوستان، من حدود 3 ساعت ماهی ها رو داخل یخچال گذاشتم و کاملا مزه دار شده. حالا داخل یک کاسه 1 پیمونه آرد سفید میریزیم. حدود 2 قاشق چایخوری زردچوبه بهش اضافه میکنیم. 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه و حدود 2 قاشق چایخوری هم نمک اضافه میکنیم.
خیلی خوب اونها رو با هم مخلوط میکنیم. حالا ماهی های مزه‌دار شدمون رو داخل آردمون میغلطونیم. خیلی خوب تمام قسمت های ماهی رو به آرد آغشته میکنیم. آرد اضافیش رو می تکونیم و اونو توی ظرف دیگه کنار می گذاریم. به همین ترتیب تمام ماهی هامون رو آماده می کنیم. داخل یک ماهیتابه 3-4 قاشق روغن میریزیم و میذاریم تا کاملا داغ بشه. حالا ماهی هامون رو که آماده کردیم رو توی ماهیتابه میذاریم تا سرخ بشه. با حرارت ملایم روبه متوسط میذاریم تا یه طرف سرخ بشه. حدود 3-4 دقیقه برای هر طرف لازمه که سرخ بشه. وقتی که یه طرف سرخ شد اون رو بر میگردونیم و طرف دیگه اون رو هم سرخ میکنیم. عزیزان ماهی هامون کاملا پخته شدن، سرخ شدن. من اونها رو دوبار پشت و رو کردم. همونطور که میبینید چقدر هم زیبا خوش رنگ و لعاب شده و فوق العاده خوش عطر و خوشمزه هستش. امیدوارم که ماهیتون رو به همین ترتیب آماده کنید و مطمئنم که خوشتون میاد. سبزی پلویی شامل تره، جعفری، گشنیز، شوید، شنبلیله و سیر هست. بعد از اینکه سبزی ها رو پاک کردیم، اونها رو میشوریم، خورد میکنیم و با هم مخلوط میکنیم. نسبت سبزی ها هم به هم دیگه به این صورته که اگر یک بسته تره داریم، یک بسته گشنیز و یک بسته جعفری، شوید باید یه مقداری بیشتر باشه، حدود 1.5 بسته باشه. شنبلیله هم یه مقدار خیلی کمی لازم داریم، حدود 2-3 قاشق غذاخوری، چون سبزی رو تلخ میکنه. و یک ساق سیر تازه. اگر سیر تازه نداشتید میتونید از 4-5 حبه سیر استفاده کنید. اونها رو خورد میکنید و با سبزیمون مخلوط میکنیم. خب من سبزی رو آماده کردم و منتظرم تا آب برنج به جوش بیاد و بعد اون رو اضافه کنم. خب دوستان، برنجمون رو که از قبل داخل آب ولرم و نمک خیس کرده بودیم رو داخل آب جوش میریزیم و میذاریم تا یه مقداری نرم بشه.
خب برنجمون آماده است برای اینکه اون رو آبکش کنیم. فقط نکته ای رو که باید خدمتتون بگم اینه که یه مقداری باید برنج رو جوانتر زنده تر برداریم، یعنی اینکه وقتی برنج رو بین دو تا انگشتمون فشار میدیم باید یه مقداری مغز اون سفت باشه، خیلی نرم نشده باشه. خب حالا توی این مرحله قبل از اینکه اون رو آبکش کنیم، سبزی پلویمون رو به همراه سیر داخل قابلمه اضافه میکنیم. مقدار سبزی هم دست خودتونه، میتونید مثل من سبزی زیاد استفاده کنید و یا مقدار سبزی رو کمتر استفاده کنید. خب بعد از اینکه سبزی رو اضافه کردیم، خیلی آروم ملایم هم میزنیم تا سبزی با تمام برنجمون مخلوط بشه. حالا اونو میبریم برای آبکش. بعد از اینکه برنجمون رو آبکش کردیم، حالا داخل یه قابلمه مقداری روغن میریزیم و تعدیگی رو که دوست داری ته قابلمه میچینیم. من از نون استفاده میکنم، شما میتونید هر تعدیگی که دوست دارید استفاده کنید. خب حالا از سبزی پلومون که آبکش کردیم یه مقدار توی قابلمه‌مون می‌ریزیم. به به به، عجب عطر و بویی، فوق‌العاده عالی. خب حالا یه مقدار خیلی کم از زعفرون دم کشیدمون روی پلوهامون میریزیم. خیلی هم نباید زیاد باشه، همین اندازه کافیه. حالا بقیه پلومون رو داخل قابلمه می‌ریزیم. یه مقدار دیگه زعفرون می‌ریزیم. حالا چند تا سوراخ توی برنج هامون میدیم که بخار برنج کاملا بیرون بیاد. به اندازه نصف استکان آب دور قابلمه میریزیم. شعله رو روی حرارت متوسط میذاریم، در قابلمه‌مون رو میبندیم و میذاریم که قابلمه بخار کنه. وقتی که برنجمون بخار کرد، حالا دم کنی رو روش قرار میدیم و با شعله ملایم میذاریم برای 40 دقیقه برنجمون کاملا دم بکشه و آماده بشه. حدود 40 دقیقه گذشت و سبزی پلومون کاملا دم کشیده و آماده است. از عطر و بوی این سبزی پلو هم نگم براتون که فوق‌العاده عالیه. خب قبل از اینکه اون رو داخل دیس سرو کنیم، یه مقدار کره رو به صورت ورقه‌ای برش زدم روی سطح پلومون میدیم. وقتی که کره ها ذوب شدن، اون رو میتونید داخل یک دیس بکشید. خب امیدوارم که از این برنامه هم خوشتون اومده باشه. این سبزی پلوی خوشمزه رو آماده کنید و مطمئنم که لذت میبرید.
دوستان عزیزم، سبزی پلو ماهیمون هم آماده شد و من اون رو داخل این ظرف سرو میکنم. امیدوارم که شما هم این غذای خوشمزه رو آماده کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. لطفاً ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید و لطفاً سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.